بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند که انسان را از عدم و نیستی به هستی و وجود درآورد، و به نام خداوند که انسان را علم آموخت، و درود و سلام بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر جمله اصحاب و یارانش، و سلام و وقت بخیری خدمت تک تک شما دوستان عزیزان که بیننده برنامه خود، برنامه آینه زندگی هستید. دوستان عزیزان، از خداوند منان خواهان این هستم که هر کجا که هستید لباس عافیت و تندرستی در تن داشته باشید و در پناه ایزد منان ایام به کامتان باشد. دوستان عزیزان، موضوع امروزی ما هم یکی از سلسله نسایه سودمند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای همه هست، و جناب استاد خلیل محمدی خطیب مسجد جامع امام الانبیا را با خود داریم و در آغاز برنامه جناب استاد را خوش آمدید میگم. در برنامه امروزی جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. من هم به نوبه خود خدمت شما، خدمت همه دستان در کاران برنامه و تلویزیون، همه عزیزان، همه علاقمندان، خواهران و برادران کمین، اکنون بار از طریق رسانه خود یعنی رسانه اصلاح مشاهده میکنند، عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم در هر جای که هستیم خوب و خوش و سرحال بوده باشیم انشاءالله. تشکر جناب استاد. بله دوستان عزیزان، موضوعی که امروز میخواییم خدمت شما ارائه کنیم یک موضوع اساسی در خانواده و در جامعه هست که مسلمان ها در او زندگی میکنن، و دقیقا موضوع خانواده امروز موضوع اساسی ما هست، و خود نصیحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را هم در همین قسمت داریم. در آغاز جناب استاد میخوام که آغازگر برنامه باشیم با یکی از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در راجع به موضوع امروزی. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد الله و نصلی علی رسول الکریم و علی آله و صحبه و من دعا بدعوته و سلک فی طریقه و جاهد فی سبیله الى یوم الدین. قال النبی صلی الله علیه و سلم: الدنیا کلها متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، او کما قال النبی علیه الصلاة والسلام. نصیحت امروز حدیث گرانبهاست از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به ارتباط تشکیل خانواده، به ارتباط ساختن یک خانواده که از زیربنای یک جامعه و سنگ تعداب یک جامعه خانواده تشکیل میده، و چیزی که امروز در دنیای غرب پاشیده و از بین رفته و در صدد احیا و زنده کردن او هستند، یعنی نبود خانواده. فعلا اگر شما به کشورهای اروپایی یا کشورهای غربی نگاه بیاندازیم، مطمئنا میبینیم که نظام خانواده و شیرازه خانواده از بین رفته. هیچ کدام، نه پدر نسبت به فرزند، نه فرزند نسبت به پدر، نه مادر نسبت به دختر، نه دختر نسبت به مادر، هیچ توجهی ندارن و هر کدام در یک وادی و در یک شله زندگی میکنن. پیامبر علیه السلام اولین سنگ تعداد یک خانوادر ازدواج سالم میدانن. فرمودند که الدنیا کلها متاع، دنیا همه مال است، همه متاع است، همه برای استفاده بشر است، همه به خاطر عیش و نوش و لذت و استفاده کردن و بهره برداری هست. اما فرمودند که ارزشمندترین شیئی که ما در دنیا داریم، ارزشمندترین موجودی که در دنیا داریم، المرأة الصالحة، همسر مؤمن، همسر صالحه هست. یعنی اگر بیایم تمام آنچه در دنیا داریم اینا رو جمع کنیم، همه در واقع اینا را در یک پله میزان بگذاریم، ولی همسر مؤمن، همسر مسلمان را در پله دیگر بگذاریم، این سنگین تر است. در این پله تمام دنیای ما، پول ما، پیسه و قدرت و چوکی و منصب، همه در یک پله، و همین ها به زوال و به نابودی مواجه و روبرو میشه. اما این همسر میتوانه که سعادت و خوشبختی در دنیا و در آخرت بر انسان به وجود بیاره، یعنی نقش داره در ساختن یک فامیل، در ساختن یک خانواده، در ساختن یک نظام، در ساختن یک جامعه اسلامی. این همسر مؤمن نقش داره. به این خاطر ارزش این
در چوکات اسلام در میزان شریعت بالاتر از ارزش اون چی که در دنیا هست. جناب استاد، در این قسمت حدیثی که شما خواندین گفته شده دنیا کل از اون متاع هست و بهترین متاع خود زن صالح می باشه. حالا اعتراضات زیاد بالای همچون موضوعات که در دین مبین اسلام هسته، حالا عادلانه یا غیر عادلانه خود اشخاص باید درک میکنم، مثلا موضوع میراث وقت بحث میشه خیلی اعتراضات زیاد میکنم. در این حدیث مبارک هم وقتی میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم زن و هم بقیه دنیا را متاع خواندند. خود موضوع متاع و یا هم معنای متاع چی میباشه که در این حدیث مبارک آمده؟ معمولا کلمه متاع در قرآن کریم هم زیاد به کار رفته، یعنی آنچه که انسان به او نیاز داره و ضرورت داره و نیاز خود توسط او میتوانه رفع بسازه. یعنی من وجهین وقتی که ما زن را از این منظر ببینیم که نیاز جنسی مرد را تامین میکنه و این از فساد اخلاقی، از واقع شدن در حرام جلوگیری میکنه، ارزشمندترین موجود در دنیا هست. حالا موضوع اینجا استاد که خود یک زن با آنکه یک شخصیت حقیقی و حقوقی می باشه، بله، یک شخصیت کاملا متفاوت از مرد می باشه و یک انسان حق زندگی داره، بله، چرا این زن با متاع به حساب در یک ترازو گذاشته بشه و این سنگین تر اعلان بشه؟ و سوال من اینجاست که آیا مرد هم باید همچون شخص باشه و خود بهترین متاع قرار بده یا خیر؟ ببینیم کلمات یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی داره. بله، گاهی ما یک کلمه رو به معنای لغوی از او در مورد هر فرد نمیتونیم استفاده بکنیم، درست؟ مثلا وقتی که شما میگیم کلمه صلات در لغت به معنی دعا هست، مطلق دعا. کلمه متاع هم وقتی که ما میگیم مطلق کالایی که قابل استفاده است. ولی اگر از لحاظ اصطلاحی باز یک تعریفی برازی داشته باشیم بسیار متفاوت است. باید به تناسب از، یعنی از ناحیه که همونطور که پول و پیسه و مادیات به گونه میتوانه انسان را از محلکه ها نجات بده، به می پیمانه، یعنی مرد هم میتونه یک متای باشه برای زن، زن هم میتونه متای باشه برای زن. پس این موضوع باید متقابل باشه، به شرطی که مرد هم بهترین متا برای یک زن قرار بگیره، بهترین موجود حیه برای یک زن قرار بگیره. حالا که اگر تنها یک جانب باشه، این به این معنی نیست که یعنی مرد نیاز داره و نیاز خود مرفوع بسازه، با وجودی که عین نیازی که مرد داره به جنس مخالف، زن هم عین نیاز داره. و اگر این نیاز از این نادیده بگیریم، طبیعتاً به یک ظلم کردیم. به این خاطر اسلام آمد و قضیه ازدواج و یک جا شدن دو جنس مخالف تحت نام ازدواج، این بر ما و شما معرفی میکنه. یعنی از این بود هم مرد به این نیاز داره، هم زن به این نیاز داره. همونطور که مرد نیاز خود را مرفوع میسازه، زن هم به گونه نیازهایی که داره از مرد میتونه دور بسازه. درست، انشاءالله. تشکر جناب استاد، ممنون از اینکه صحبت های زیبایی داشتیم. موضوع دوم که در ساخت یک جامعه و در ساخت یک خانواده رول داره، حتما باید جناب استاد امو خانواده بر اساس یک برنامه پیش برن تا اینکه یک خانواده سالم تر داشته باشن. حالا چی برنامه ها و چی موارد میتونه که خود خانواده به سوی ترقی، به سوی پیشرفت و به سوی صلاح و رستگاری سوق بده و اونا را انگار برسانه به قله های موفقیت؟ شکر، اگر ما خانواده را تشبیه به یک ساختمان بسازیم، این ساختمان تعداد داره و در قدم اول به تعداد این ساختمان باید توجه صورت بگیره. به هر پیمانه ای که ما به تعداد این ساختمان توجه کرده باشیم، در قسمت سیم، در قسمت سیمان، در قسمت سنگ، در قسمت بلوک، هر قدر خواسته باشیم رو از این میتونیم ما بنا کنیم. خانواده هم دقیقا مشابه به یک ساختمان هستند. اون زیربناهای اصلی این ساختمان ما در قدم اول انتخاب همسر مؤمن است.
انتخاب همسر مؤمن بیمنو قبل از اینکه انسان ازدواج میکنه باید جستجو بکنه که با دختر ازدواج بکنه که در کنار مادر مؤمنه تربیت شده. پیامبر علیه الصلاه والسلام میفرماند که تزوجوا فی الحجر الصالح فان العرق دصاص، شما ازدواج کنین با دختران که در کنار مادران خوب تربیت شدن، زیرا رغبت زمان خود را ظاهر میسازه. یعنی اگر مادر تربیت شده بود، مادر مؤمن بود، مادر با ایمان بود، مادر با اخلاق بود، مادر توجه به نماز داشت، مادر مطیع و فرمانبردار شوهر بود، احترام بین زن و شوهر وجود داشت، به همدیگر حرمت داشتن، با همدیگر مشوره میکردن، حس تعاون و همکاری بین زن وجود داشت، احترام متقابل را داشت، بله، این دختر در همچون یک محیط بسیار به عنوان یک مادر خوبی برای آینده اطفال خود تربیت میشه. ازدواج کنیم با این چنین دختره که در کنار این چنین مادره بزرگ شده و تربیت شده. درست؟ ای اولین سنگ تعداب است که ما ایره در جامعه میگذاریم. این زمین است که ما انتخاب بله. و احادیث دیگر هم داریم که شما برای نطفه خود زمین خوب پیدا بکنیم، شما کشت میکنیم و این کشتگاه شما یک زمین، یک مزرعه بسیار خوب باشه، از لحاظ نسب، از لحاظ تربیت، از لحاظ اخلاق، از لحاظ ایمانداری، تا نطفه که در این زمین رشد میکنه و کلان میشه و بزرگ میشه اثرات اون زمین بر این تأثیر گذاره. بی اساس اولین خشتی که ما برای ساختن یک ساختمان خانواده میخواییم ایره کار بکنیم و این مورد استفاده قرار میگیره انتخاب همسر در حقیقت. جناب استاد، قبل از اینکه خشت بگذاریم، به نظر من دقیقا حرفی که شما قبلا ذکر نمودیم، اما زمین مناسب به اون موقعیت مناسب باید انتخاب بکنیم. مطمئن. و یک نقطه هم از یاد نبرم جناب استاد، اینه که همین چند روز اخیر در یک از صفحات اجتماعی میخواندم، این بود که یک خواهر گذاشته بودن که از یک حکیم پرسیده شد، حالا حکما تنها مردها نیستن، زنها هم هستن، پرسیده شد که شما در قسمت تربیه اولاد خود چی میکنیم؟ چه کارهای انجام میدیم؟ او خواهر میگه که من هیچ کاری نمیکنم. همین تعجب میکنم و میگن که چگونه میشه که فرزند شما با اون که شما هیچ کاری نمیکنیم همچون فرزند صالح به وجود اومده. او میگه که من شخصا خود الگوی خوب برای فرزند خود معرفی کردم، به نحوی که من در مقابل پدر از او احترام پدر از او رو حفظ کردم، در مقابل پدر از او حرف بالا نکردم و در عین حال تمام اساساتی که در اخلاق اسلامی نهفته است اونا رو انجام میدن در روبروی فرزند خود، تا اینکه فرزند مرزی اساسات الگو برداری بکنه و در آینده خوب باشه. من هیچ کاری نکردم برای از، ولی الگوی اینه که وقتی برای از شدم تمام صفات نیک رو از من گرفته و هیچ وقت مقابل پدر، مادر و یا هم برادر بزرگتر صدا بالا نمیکنه، به احترامی نمیکنه و در عین حال امو اخلاق اسلامی برای خود گرفته. تشکر جناب استاد. بقیه پله ها و بقیه خشت هایی که در خانواده سالم نقش داره چی میباشه؟ برن همسر مؤمن پیامبر علیه الصلاه و السلام باز توضیحات بیشتر میدن که باز صحبت میکنیم. در قدم دوم میشه که توجه به تربیت اولاد داشته باشیم. یعنی اگر بعد از اینکه زمین انتخاب شد و کشت صورت گرفت و طفل به دنیا آمد، طفل از طفولیت نیاز به تربیت داره. یعنی تربیتی که ما در طفولیت داریم، این تربیت متفاوت است با تربیت 5 سال. تربیت 5 سال متفاوت با تربیت 10 سال. به می پیمانه هر روز طفل ما نیاز به یک تربیت خاص و ویژه داره. به این خاطر توجه به تربیت فرزند، تربیت اولاد، پسر یا دختر از لحظه تولد، که ما تربیت ایمانی داشته باشیم، تربیت اخلاقی داشته باشیم، تربیت جسمی داشته باشیم، تربیت روحی داشته باشیم، تربیت روانی داشته باشیم، همه این تربیت ها ما نسبت به طفل خود باید داشته باشیم. جناب استاد، در قسمت تربیه روانی و روحی
چی کارهایی باید انجام داد؟ چیزی که امروزه اکثر جوانها و اکثر حتی طفلار میبینیم به بخشهای مختلف به مریضیهای مختلف روانی دچار هستن. چرا که آنها تربیت روانی نشدن، تربیت روحی نشدن؟ چی کارهایی باید پدر و مادر انجام بدن تا اینکه امو روان از اونها هم سالم باشه، فکر از اون طفل از اونها سالم باشه و قوی به بار بیه؟ طبیعتاً هر عمل که پدر و مادر داخل خانه انجام بدن عین عمل فرزند کپی میکنه. مطمئنن اگر اینا خانه را تبدیل به یک سنگر ساختن و یک نفر از یک گوشه خانه و نفر دیگر از گوشی دیگر حمله کردن، به جان هم دیگر حملات لفظی داشتن، مثلا مادر از این گوشه پدر از اون گوشه، آنچه که تلف میشه این فرزند است. یک روحی خشونت، روحی پرخاشگری، روحی ظلم، روحی ستم، این طفل بر اساس همین روحیه رشد میکنه و بار میه. اگر ما میخواییم که یک فرزند سالم تربیت بکنیم، اخلاق ما، سلوک ما، برخورد ما، احترام ما در داخل خانه بسیار بدرخ شد. به می خاطر امام مالک، در فقه امام مالک داریم که یکی از موارد که سبب میشه انسان در محکمه عدالت او مورد سوال قرار بگیره، شهادت او مورد سوال قرار بگیره و امکان داره که قاضی شهادت ازیر قبول نکنه و جرح بشه، بلندی آواز در خانه است. یعنی آواز بلندی در داخل خانه، حالا زن باشه یا مرد. یعنی این امام مالک در فقه خود به عنوان یکی از فاکتورهایی که سبب کاهش یا سبب رد شدن شهادت شاهد در مسائل حقوقی در محکمه دقیقا نسبت به اون مردهای تعلق میگیره که در بیرون شیر به حساب یک آدم خیلی خیلی آرام هستن، ولی در خانه وقتی قرار بگیرن عین اون یک شیر عمل میکنن. بله، بلن همونطور که شما سوال کردیم که چه کاری انجام بدیم که روح و روان طفل ما آرام باشه، پرخاشگر نشه، روانی به بار نیاد، یک قضیه. قضیه دیگه اینه که خود رسانه ها شما به نقش به دست کم نگیرین. یعنی برخی رسانه های ما داریم که در حقیقت خشونت به داخل خانه شب و روز هی تزریق میکنن، یعنی طور فزار آماده ساختن که هر روز پرخاشگری، نزاع، خشونت، جنگ، جدال بین زن و شوهر، بین پدر و پسر، بین دختر و مادر به وجود میه. بنان خوب است که این رسانه ها در داخل خانه قطع بشه، یعنی این رسانه ها محدود بشه، این رسانه ها جمع کرده بشه، اینا رو جلوگیری بکنیم. یک از روش های است که ما میتونیم جلو روانی شدن امو طفل خود در حقیقت ما بگیریم. شاید مثلا فیلم ها یا سریال های رو پخش بکنن که در او قتل، در او جنگ و جدال و آدم کشی و صحنه هایی است که در حقیقت تمثیل میکنه کشتن یک انسان، دزدی، غارت، فریب، نیرنگ، تجاوز به دیگران، حتی در قسمت عدم توجه به ناموس، اینا سبب میشه که فرزند داخل خانه با یک روحی بسیار بده تربیت میشه. جناب استاد، حدیث داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میگم شما در 7 سالگی فرزندان خود را به سوی نماز هدایت بدیم، در حقیقت اونها رو امر بکنیم نماز. وقتی به سن 10 سالگی رسیدن حتی آنها رو بیشتر امر داشته باشیم بزنیم حتی. آیا خود سوق دادن به طرف نماز و طرف عبادت میتونه روان طفل سالم قرار بده و روان طفل سالم به بار بیاره؟ طبیعتا وقتی طفل ما همراه ما به داخل مسجد و به نمازها شرکت میکنه، یک محیطی که ما به داخل خانه داریم، یک محیطی که ما به داخل مسجد داریم. اما وقتی که این طفل داخل مسجد میره، با یک مکان کاملا آرام سر و کار پیدا میکنه. در اونجا آرامش میاموزه، در اونجا ادب میاموزه، در اونجا اخلاق میاموزه، احترام میاموزه. و در حقیقت امو عمل کرده پدر، اخلاق پدر، فکر و اندیشه پدر تعقیب میکنه. این خیلی میتونه نقش داشته باشه که ما طفل خود در 7 سالگی با خود به مسجد ببریم و اگر به 10 ساله رسید نرفت، میشه که او را تهدید بکنیم، حتی زدنی که دست و پایش نشکنه.
چرا اگر ما به این توجه نکنیم وقتی که این طفل ما به سن بلوغ و رشد میرسه هیچ علاقه و ارتباط با دین و مسائل دینی نداره. به این خاطر ما باید مقدمه چینی بکنیم. هر کار یک مقدمه داره، هر کار یک مقدمه داره. پس مقدمه بلوغ همین سینین است که ما این به این سینین، گرچه نماز برای فرض نیست ولی این وقتی که عادت دادیم به آن واید این خواسته باشه که به سن بلوغ نماز بخونه، برای این سخیل است. شما دقیقا متوجه باشیم در همین خود کائنات مقدمه های وجود داره. شما یک فصل داره منام فصل بهار، مقدمه برای فصل تابستان است. شما آنن از می تصور کنیم که ساعت 5 صبح از یک سردی فرض کنیم 5 درجه زیر صفر بیرون شدیم و بریم به یک گرمی 40 درجه مریض میشیم. ببینیم خدای عزوجل یک فصل به نام فصل بهار ای تنظیم شده که نسبتاً هوا سرده و نسبتاً هوا گرم است. کم کم این وجودی که با سردی ها عادت کرده بود کم کم خود را از سردی میبینیم که بگرنی. یک روز یک لباس میکشه، روز دیگه لباس، دیگه روز دیگه لباس. وقتی وارد است فصل تابستان میشه هیچ احساس نمیکنه. به مو پیمان از گرمی شما اگر خواسته باشیم که 180 درجه هم آن واید انتقال پیدا بکنیم به سردی مریض میشیم. یک مقدمه، یک فصل خداوند برای این سردی ما گذاشته به نام فصل خزان که در این فصل خزان نسبتاً هوا گرمه، نسبتاً هوا سرد است تا انسان وجود انسان متعادل خود حفظ بکنه. اگر همین مقدمه سالم نباشه و اگر همین مقدمه خدای نکرده برنامه ریزی شده دقیق نشده باشه، به نظر شما به آینده این طفل نقص نداره؟ چرا وقتی ما فرزندان میبینیم که در 7 سالگی به 5 وقت نماز حاضر شدن، پدر اونا به جبرم بدون اونا حاضر کرده، 10 سالگی اگر پدر نگفته چون شرم میکرده آمده، ولی وقتی به سن بلوغ رسید و سن رسید که از خود اختیارات دقیقا داشت، اون نماز که قبلا نخوان نمیخوان. چرا که همو توجیه اساسی نشده به سوی نماز. توجیه کردن یک فرزند به طرف نماز چگونه میباشد؟ طبیعتا یعنی اگر ما هدفمند کار بکنیم، طفل وقتی به مسجد و به نماز دستور میدیم او را بفهمونیم که هدف از این نماز فرزند از من چیست، خیلی راحت و او این نماز به عنوان یک تاوان قبول نکنه بلکه به عنوان یک عملی که برای خود از او، به جسم از او، به روح روان از او، برای آینده از او، حتی در یک رابطه تنگاتنگ بین درس و مکتب و نماز از او ایجاد بکنیم خیلی تاثیر داره. علما میگن که شما سه میمه فراموش نکنیم. یک میمه مکتب و مدرسه، یک میمه منزل، یک میمه مسجد. بین این سه حوزه یک رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشه. اگر میخوایم فرزند شما یکتر فرزند سالم تربیت بشه، چرا؟ شما در مسجد موار درس داریم که در خانه و در مدرسه نیست. در مدرسه درس داریم یا در مکتب درس داریم که در مسجد نیست. به خانه به طفل ما رسیدگی میشه از لحاظ غذا و نوشیدنی و پوشاک و مسکن که ای در مسجد و مدرسه نیست. یعنی این مثلث شما در نظر بگیریم که رابطه تنگاتنگ بین منزل، بین مسجد و بین مدرسه باشه. یعنی در مسجد و در مدرسه و در مکتب علم میاموزه، در مسجد اخلاق و ایمانیات میاموزه، در منزل هم به او رسیدگی میشه به لحاظ جسمی. از او انسان سن و نیاز داره، یک نیاز جسمی داره، یک نیاز علمی داره، یک نیاز اخلاقی داره. تماس داریم جناب استاد. بیننده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. ممنون از شما برادر گرامی، ممنون از تماس شما. بفرمایید، سوال داریم میشنیم از شما. برای کمان
بله تشکر از شما، انشالله جناب استاد برای شما پاسخ میدن، بیننده باشید. خداحافظ شما، روز شما خوش. بله جناب استاد، در اساسات بودیم که در خانه لازم هست و در طبیعت فرزند گفتیم که بین این سمین یک رابطه تنگاتنگ وجود داشته باشه. اگر میخواییم که شخصیت طفل ما یک شخصیت بسیار قوی و بسیار بزرگ بدرخشه، به هیچ عنوان از عالم او مسجد به این شکایت نکنیم و از استاد به این شکایت نکنیم. شاید کمی ها و کستی های وجود داشته باشه و تلاش بکنیم که گاهی اوقات، یعنی نسبتاً در این 24 ساعت سر و کار هم به مسجد داشته باشه، هم به مکتب و مدرسه، هم به منزل. تشکر جناب استاد، ممنون از شما. جناب استاد، خصوصیات یک همسر صالح، چون شما گفتیم اون فراشه که انسان انتخاب میکنه و اون زمینه که انتخاب میکنه باید صالح باشه، خصوصیات یک همسر صالح و یک زن صالح چی میباشه؟ قبل از یک تماس داریم جناب استاد. سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. السلام و رحمت الله. تشکر از شما، انشاءالله جناب استاد پاسخ میدم، بیدینه باشی. روز شما خوش، الله رو نگهدارتان. ویژگی ها و خصوصیات همسر مؤمن رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک حدیث بیان کردن که هر بار که مرد او رو میبینه خوشحال میشه، درست؟ بله. هر بار که مرد او رو دید خوشحال میشه. حالا خوشحالی از او هم میتونه توجیه داشته باشه، از لباس از او، از نظافت از او، از ایمانداری از او، از اخلاق از او، از توجه به تربیت اولاد، از توجه به نظافت خانه، نظافت آشپزخانه، از توجه به تهیه غذا سر موقع، از توجه به عرصه عبادات، توجه به قضیه حجاب. اینا مسائل است که هر بار که مرد ایر میبینه، از هر زاویه‌ای که میبینه، اگر از زاویه عبادت میبینه، اگر از زاویه اخلاق میبینه، اگر از زاویه تربیت میبینه، اگر از زاویه نظافت میبینه، از هر زاویه‌ای که به زن نگاه میکنه خوشحال میشه. این همسر را پیامبر علیه السلام فرمودند که همسر صالح. تماس داریم جناب استاد. سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. خان گرامی بفرمایید، سوال داری میشنیم از شما. بله بله. دقیقا انشالله جناب استاد به این هم اشاره خواهند داشت. تشکر از شما خواهر گرامی، ممنون از شما، ممنون از تعلیقات نیک شما، روز شما خوش، الله یار و نگهدار. علیکم السلام و رحمت الله. بله جناب استاد، خواهر ما یک نکته خیلی دقیق اشاره کردن، همه علما و همه برنامه دقیقا در قسمت خواهرها گفته میشه که باید نیک باشن، در حالی که از خصوصیات یک مرد صالح دقیقا چیش پوشی اگر نشده چیزی هم گفته نشده. خوبه که جناب استاد در این قسمت داشته باشین چند تا خصوصیت یک مرد صالح، چی خصوصیت های باید داشته باشه که بله تربیت بهتر بشه فرزندان. به این راستا احادیث زیاده داریم که پیامبر علیه السلام سلوکشان، برخوردشان همراه همسرانشان چگونه بوده. یکی از ویژگی هایشان این بود که وقتی همسرشان مریض بودند، به مریضی عادت ماهانه، دقیقا از همون ظرفی که همسرشان آب میخوردن و از همون قسمت اینام آب میخوردن تا احساس
آره. نکنه. یک. و دیگه ای که همسرشان مریض بود، اینا در آغوشش قرآن کریم تلاوت میکردن. تو احساس نکنه که من یعنی فعلا مریض هستم و من متروک قرار گرفتم در این خانه. حتی در حدیث داریم که پیامبر اکرم علیه السلام در یک از سفرها یک همسرانشان با خود برده بودند، اما به مقصد خودشان جلوتر رسیدند و خانمشان درتر رسیدند. وقتی که رسیدند دیدند که گریه میکنند. چرا گریه میکنند؟ گفتند شما ما رو به یک شطور لاغر و ضعیف سوار کردیم، در حالی که خود شما یک خود شطور تیز و تند داشتیم. به این اساس پیامبر علیه السلام با دستان مبارک خود اشکای همسر خود را پاک میکنند و بسیار تشویق میکنن اونا، بسیار دلداری میدن که تشویش نکنین، ان شاء الله مشکل حل میشه. جناب استاد زندگی نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای هر مرد معرفی بکنیم، تا اینکه در قسمت برخورد با همسر، قسمت برخورد با فرزندان در خانه و قسمت برخورد خود پدر خانه با تمام اجتماع خانه باشه. زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهترین گزینه به این قسمت به نظر من می باشه. تشکر جناب استاد. حالا چون وقت برنامه هم کم هسته، با شما میپردازیم به نوع از منکراتی که در خانه هست. حالا ما تنها قسمت مکتب را اگر محکم بکنیم و قسمت مسجد را محکم بکنیم، دقیقا اگر خانه محکم نبود، فرزند ما به یک طریق خوب و احسن دقیقا تربیت نمیشن. چی منکرات باید ما از داخل خانه دور بکنیم تا اینکه فرزند ما بهتر تربیت بشه؟ قبل از او یک تماس میگیریم. سلام بر شما. بله، سلام علیکم. متاسفانه که تماس بیننده ما قطع شد، میشه که مجددا تماس بگیرم و سوالی که داشتن با جناب استاد در میان بگذارم. بله. قبل از اینکه به منکرات خانه بپردازیم، سوالی که خواهر ما داشتن، دقیقا اولین توصیه که اسلام بر ما میکنه، قبل از اینکه شما دختر خور به عقد نکاح یک جوان در میاریم، دو چیز از او بخوایم. یکی ایمان، یکی اخلاق. اخلاق، اخلاق، اخلاق با الله، اخلاق با پیامبر، اخلاق با مؤمنین، اخلاق با خانواده، اخلاق با پدر و مادر، اخلاق با همسر، اخلاق با حیوانات، حتی اخلاق با اشجار و گیاهان و نباتات، اخلاق با کل طبیعت. یعنی اخلاق دقیقا جناب استاد، وقتی ما ادیر میبینیم جوانها اخلاق خیلی خوبی دارن با کسانی که در ماحول از اون هستن با جامعه، ولی در قسمت عبادات خیلی سست هستن، در قسمت عبادات خیلی کوتاهی میکنن. آیا این فرد را ما میتونیم کامل اخلاق باشه؟ این اخلاق با انسانها داره ولی اخلاق با الله نداره. اخلاق با الله سه چیزه، یکی تسلیم است، یکی تنفیذ است و یکی تصدیق است. آنچه که الله گفته تصدیق کنیم و به او تسلیم بشیم و او را جاری بسازیم، این اخلاق با الله عز و جل است. بنابراین در اولین باره که ما میخواییم یک جوان به عنوان داماد خود انتخاب بکنیم، اینمی نکتر در نظر بگیریم. دقیقا چون وقت پیامبر میگم زمان شما را یک جوان ها آمد که از دین و از اخلاق از راضی بود، فزا ویجو. بله. اگر این دین و اخلاق ما در نظر نگرفتیم، جمال در نظر گرفتیم، علم در نظر گرفتیم، علم بدون عملش، ثروت در نظر گرفتیم، ثروتش تبدیل به فقر میشه، جمالش تبدیل به قبح و بدروی و زشتی میشه و اون حسب و نسبه که در اون دین نبود بر انسان ارزش نداره. چیزی که ارزشمند اخلاق و دین است. منکراتی که گفتیم، خب طبیعتا یک از منکرات رسانه های ناسالم است که ما در داخل خانه ها داریم و این سر تربیت فرزند خیلی نقش داره، هم به جهت مثبت هم به جهت منفی. رسانه میشه به عنوان یک معلمی باشه در خانه ما، رسانه میشه به عنوان یک مفتی باشه در گوشه از خانه ما، رسانه میشه به عنوان یک مکان تفریحی باشه که ما وارد این رسانه بشیم، عالم حیوانات ببینیم و دنیایی که الله این کائناتی که خلق کرده اینا رو تماشا بکنیم.
ولی میشه که یک وسیله گمراه کننده باشه، یک خنجر زرآلودی با شما به جگر طفل خود بزنه و او نمیفهمه. تشکر از شما جناب استاد، تشکر از شما دوستان عزیزانی که تمام اکنون بیننده برنامه آینه زندگی هستید. یک وقفه کوتاه داریم و بعد از وقفه خدمت شما عزیزان برمیگردیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیزان، شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه آیین زندگی. دوستان عزیزان، موضوع برنامه امروزی ما در رابطه به سلسله نسائی سودمند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای همه بود و امروز هم نصیحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قسمت توجه مردها و خانمها به خانواده هایشان بود و با جناب استاد موضوعات مختلف را دنبال کردیم و در موضوع منکراتی که در خانه وجود داره و باید که در قسمت برطرفی از اونم با کوشا باشیم با شما عزیزان انشالله ادامه برنامه را دنبال میکنیم. جناب استاد، اولین موضوعی که شما گفتیم موضوع رسانه ها بود که باید اونها را کنترل داشته باشیم، میپردازیم به دومین موضوعی که باید خود زعیم خانه از خانه را دور کنه. دومین قضیه یا دومین منکر که هست همو خلطیت هست که در داخل خانه پیامبر اکرم علیه السلام میگن که وقتی پسر شما به سن اولاد به سن 10 سالگی رسید، علاوه بر اینکه اونا به نماز دعوت میکنیم، خوابگاه اینا رو جدا بکنیم. یعنی به این معنا که پسر به یک اتاق باید بخوابه، دختر به جای دیگه بخوابه، خوابگاه زن و شوهر جدا باشه، که متاسفانه در برخی از جوامع سبب شده که یک سری فسادها از داخل خانه برمیخیزه، سبب میشه که یک سری به بی‌حیایی های در حقیقت به وجود بیاد. شما تصور کنیم که مثلا یک دختر به سن 16 و 17 و همچنین یک پسر به سن 20 و 22 با لباس های بسیار چسب، با بازوهای برآمده و با یک لباس کوتاه اینا به داخل خانه گشت و گذار بکنن، طبیعتاً که این جوان نمیتونه خود کنترل بکنه و این تقریبا شیطان هم بر از این زمین های مساعد میسازه تا به طرف فساد و منکرات کشانده بشه. نکته استاد، در همین قسمت ما یک کانونی داریم به نام خانواده. این کانون خانواده باید آزادترین قسمت برای زندگی یک خانواده باشه. در جامعه میبینیم خیلی قیدات مختلف در قسمت هر فرد قرار داره، در مکتب ببینیم، در پوهنتون ببینیم، در هر منطقه که یک جوان و یا هم یک طفل قرار بگیره قیدات مختلف وجود داره. حالا باید یک کانون خاصی برای آزاد بودن این فرد باشه. آیا این اشکال داره که یک خواهر و یا یک برادر در داخل خانه مثلا با بلیز آستین کوتاه باشه یا هم سر از او در داخل خانه وقت برادر از او هست، وقت مادر و پدر از او هست لج باشه، آیا این اشکال داره و آیا این اگر اشکال داره آزادی داخل خانه رو زیر سوال نمیبره؟ بسیار عالی. در قسمت آزادی زمانی که به دیگران ما ضرر نرسانیم، آزادی همینه که ما آزادی ما سبب سلب آزادی دیگران نشه. صحیح؟ وقتی که این پسر با این لباس، با همین قیافه، با این سن سال، با اوج از شهوت قرار داره و ازدواج هم نکرده و طبیعتا دوسه هم شیره داره به سن بسیار بزرگ، اونا هم با لباس های بد قرار می گیرن، این بشر است و این بشر طبیعتا که به انحرافات اخلاقی کشانده میشه اگر تربیت ایمانی نباشه. باب صد ذرائع میباشه. بله بله، میتونه ما به خاطری که یک دروازه فساد باز نشه و یک منکر به وجود نیه، ما میتونیم که ایره مردود بسازیم. حالا همی داخل یک اتاق مخصوص اگر میره یا در لحظات که اعضای فامیل او حضور ندارن، میتونه بر لباس گشت و گذار بکنه، ولی اما وقتی که همه حضور دارن، امو یک سری نزاکت ها رو باید هم دختر رعایت بکنه و هم پسر خونه تا این منکرات به وجود نیاد. و نکته دیگه اینه که عدم تفکیک محرم و غیر محرم، یعنی یکی از منکراتی که هست اینه که محرم از غیر محرم در اکثر خانه ها در بین خانواده ها باید صورت بگیره. بله، ای کی است؟ ای بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه عمه، نواس کاکا، نواس ماما، فلان و فلان.
بینیم اینا سبب میشه که همو شیرازه خانواده و محبت و صمیمیت کس از بین بره، حتی سوء زنها و گمانهای بد به وجود بیاید. بره این دختر با بچه کاکا خود چی صحبت میکرد، او با ای چی صحبت کرد، با بچه همه چی رقم صحبت کرد، یک سوء زن و گمانها و تصورات و برداشتهای نادرست در بین فامیل به وجود میه که سبب از بین رفتن و سبب از پاشیدن یک قانون یک خانواده میشه. تشکر از شما جناب استاد. میپردازیم به سوالات بیننده عزیز ما. برادر ما سوال کردن، گفتن که ما فردا نه پس فردا یک اجتماع تبلیغی داریم در خود شهر هرات، رفتن به اجتماعات کدام حکم خاصی داره و آیا رفتن از اینا نیک هست یا خیر؟ طبیعتا هر کاری که دعوت باشه، دعوتگری باشه، مردم رو به تقوا و پرهیزگاری سوق بدن، اونها انسان های خوبی هن، انسان های شایسته هن. قرآن میگه و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا. کیست نیکوتر از لحاظ گفتار خود از او کسی که مردم دعوت میکنه؟ بنابراین ما خود دائما در خانه خود هستیم، در تجارت و معامله خود هستیم. اگر همچه یک فرصت پیدا میشه، انسان نیاز داره، همونطور که نیاز جسمی داره نیاز روحی هم داره، نیاز به علم داره، نیاز به اخلاق داره، نیاز به معنویات داره، نیاز به این داره که این قلبهای زنگ زده ما زنگار از اینا دور بشه. و انسان هایی که بیشتر وقت خود در طاعت و عبادت و بندگی در دعوت الالله رفتن، بیرون از خانه سفر کردن، اونا ساخته شدن. و انسان که ساخته شد حرفش به سر دیگران تاثیر میگذاره. و یک فرصت بسیار خوبیه و ما به همه برادرای را توصیه میکنم که انشاءالله به اجتماعی که از روز فردا پنج شنبه و جمعه دو روز و روز شنبه هم دعا میشه به ایدگاه دشت برای اونجا برگزار میشه، انشاءالله که بتنون از این به این شرکت بکنن و در او دعای عظیم و بزرگ که برای همه امت اسلامی، برای همه مسلمان ها صورت میگیره، از او دعا ما مرور بشه. تشکر از شما جناب استاد. همچنین پرسیدن که نماز اوابی، چیزی که بعد از نماز شام خوانده میشه، ثواب خاصی داره و توصیه شده، آیا توصیه شده یا خیر؟ در مورد خود اوابین بعضی ها همین نماز دوهار میگن، بعضی ها نمازی که بعد از شام خوانده میشه، ولی در مورد فضیلت او نماز دوها یا نماز چاشته که یک طور گفتم اوابین رو به این تعبیر میکنن، ما 300 هر انسان 360 بند داره وجود از اون، هر بند نیاز به یک شکر داره و این نمازی که ما در دوها میخونیم در واقع تشکر از همه خلقت الله عزوجل در وجود ما هست. شکر از شما جناب استاد. و همچنان برادر دیگر ما سوال داشتن که اگر کسی با سر اوریان امامت بده مشکل خاصی داره یا خیر؟ نه، هیچ مشکلی نیست، جوازه، چون پوشیدن سر از جمله فرایض هم نیست، از جمله واجبات هم نیست، از جمله سنن هم نیست. تشکر از شما جناب استاد از حضور شما در برنامه امروزی و تشکر از شما دوستان و عزیزانی که تا آخر برنامه ما را همراه بودید. بله دوستان عزیزان، موضوع که امروز ارائه شد موضوع خانواده بود و باید که فرد جامعه در قسمت تربیت خانواده، در قسمت بالا بردن و ارتقای خانواده و سطح علمی و ادبی و اخلاقی خانواده باید کوشا باشه. و ما شما عزیزانی که این برنامه رو دیدیم و تماشا کردیم، انشاءالله در قسمت تربیت اولاد و در قسمت تربیت خانواده خود کوشا خواهیم بود. تا برنامه دیگر که بنده معروف مبتل خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به الله پاک میسپارم. الله یار و نگهدارتان.